سیستم سیاسی فرضمون رو باید بذاریم به عنوان یه موجود عاقل در شرایطی که مجبور بشه تصمیماتی رو میگیره که به بقاش کمک کنه نه به نابودیش. وظیفه ما اینه که این فرایند رو تقویت کنیم. چنین عقلی وجود نداره، تشخیص منفعت وجود داره. این تشخیص منفعت ها با همدیگه در تضاد و تقابل هستن. سیستم سیاسی مجبور کداش رو تغییر بده، اما یه شرط داره، این که منتقدا هم کمک کنن به این تغییر کد، یعنی خطرناک براش جلوه نکنه. نظامیان باید از عرصه سیاست و اقتصاد خارج بشن، زندانیان سیاسی باید آزاد بشن، آزادی تشکل و آزادی بیان باید برقرار بشه و بعد بریم به سمت انتخابات. این یعنی عقل. جز این منجر میشه که جامعه خون بیشتری ازش سرازیر بشه و ننگ تاریخی بیشتری نصیب حاکمان بشه. همه نکاتی که آقای دکتر میگن تو شعارهای انقلاب بوده، اما نهایت اون چی که اتفاق میفته یک چیز دیگه است. مسئله سیاستمدار اینه که به ما توضیح بده که چگونه میشه این اهداف رو محقق کرد به صورت مستمر، پایدار، غیر قابل بازگشت و کم هزینه. تنها امید به جامعه مدنیه، به تشکل، به مبارزه است، به آگاهی، به اعتراض. دیدن واقعیت، پیروی از امر تعمیم پذیر، نه منفعت خود، نه منفعت صنف خود. سلام دارم خدمتتون جامعه نیکفر، جامعه عبدی. ممنون که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید. جامعه در فضای سیاسی بعد از انقلاب همیشه مناقشه داشت در مورد اینکه از طریق فرایندهای دموکراتیک، فرایندهای عمومی تا چه میزان در واقع زمینه برای مشارکتش وجود داره. این یه بحثی بود که موافقان و مخالفانی داشت و اکثریتی شاید مشارکت میکردن، یه بخشی هم مشارکت نمی کردن. ولی از سال 1400 به بعد تقریبا این مورد اتفاق قرار گرفت که برای ایجاد تغییر از اون مکانیسم عمومی و دموکراتیک تقریبا با یه انسداد مطلقی مواجه شدیم. این شاید برداشت اکثر کنشگران و تحلیلگران بود. تا به سال 1403 که رسیدیم برخی تحلیلشون این بود که شاید یه پنجره‌ای برای ایجاد تغییر فراهم شده باشه که اون رو با گفتمان توافق‌گرایی، ایجاد یه نوع توافق شاید بشه ما ازش نام ببریم، یه تاکتیک یا یه صورتی از ایجاد تغییر اصطلاحاً با هزینه‌های کمتر. خب این خیلی محل سواله که آیا واقعاً این یه امکانیه، یه پنجره‌ایه یا نه این ظاهرشه. خب برای اینکه این موضوع رو ارزیابی بکنیم باید یه تصوری از این که این نقطه، این لحظه چه ویژگی هایی داره داشته باشیم به تناسب اون در مورد مسیری که تاکنون طی شده و ایده هایی که میتونن این امکان تغییر رو فراهم بکنن صحبت بکنیم. جامعه نیکفر اگر موافقین با حضرت عالی شروع بکنیم، شما این لحظه کنونی رو چجوری تحلیل میکنیم، به گذشته چطور پیوند خورده؟ بسیار ممنونم از دعوت شما. خب شما دو تا لغت به کار بردید که اینا شروع خوبی هستن، یعنی یک لغت انسداد و یک موضوع مشارکت یا اینکه گشایش، یعنی گشایش از راه مشارکت. من ابتدا روی این مفهوم انسداد مکس میکنم و فکر میکنم که خیلی از مسائل رو بتونیم از طریق این مفهوم توضیح بدیم. خب برای تحلیل وضعیت میشه متمرکز موند روی افرادی که پست و مقامی دارند و نیز مثلا جناها، یا اینکه متمرکز شد روی سیستم. به نظر من تحلیل سیستمی مقدمه و به این خاطر که من مفهوم انسداد رو یک مفهوم سیستمی در نظر میگیرم. خب سیستم به فارسی خیلی وقتا بهش میگیم نظام در گفتار سیاسی. نظام در گفتار سیاسی امروز ایران دو تا کاربرد داره. بعضی وقتا اسم مستعار یک فرد و یک مقامه
و از طرف دیگه منظور دستگاه حاکمه. این دو پهلوی به نظر من خیلی معنا داره. در گذشته هم همینطور بود، مثلا وقتی لغت دستگاه رو به کار می بود. خب من ابتدا می پردازم اندکی به اختصار به این تحلیل سیستمی، کاری به افراد اینا ندارم، یعنی توجه به نظام هست در مفهوم آپارات. این نظام که مفهوم انسداد، نمیدونم حالا شما در مفهوم سیستمیش به کار بردید یا نه، من در اون مفهوم به کار میبرم، در توضیحش میتونم بگم وارد یه دوره شده که در تئوری سیاسی و اقتصادی بهش میگن در واقع کنجانکچر، یعنی دوره ای که دست به دست هم دادن مسائل، یعنی مسائل میرن تو هم دیگه، یک کلاف سردرگمی رو ایجاد میکنه. این در تئوری سیستم خصلت این دوره یه جوری هست، در توصیفش میگن که شما نمیتونید خطوط اصلی وضعیت کنونی رو حفظ کنید و بعد برنامه داشته باشید برای حل مسائل به صورت این صورت که مثلا اول این کار رو میکنیم بعد اون کار رو میکنیم، یعنی اینطوری که به اصطلاح که الان این روزا هر روز استفاده میشه، مدیریت. مدیریت در مفهوم متعارفش شما این دوره های دست به دست هم دادن مسائل رو نمیتونید انجام بدید. این دوره، مثلا خیلی مختصر کنم، میتونیم بگیم سه تا مشخصه داره: رابطه سیستم با محیط درون کشوری مختل شده و همینطور با محیط برون کشوری. در محیط اون فاکتورهای اصلی که ما لازم داریم برای یک کنش و واکنش طبیعی و بدون نیاز به زور از دست سیستم خارج شدن. معمولا سیستم هر کاری میکنه خراب میکنه، به هیچ هدفش نمیرسه، هیچ تصمیمی اجرا نمیشه یا درست اجرا نمیشه و فقط به بقا میاندیشه. در اون حالت معمولا عصبیه، فکر نمیکنه و در مراوده در درون خودش و با بیرون خودش دچار مشکل. این یکی از مشخصه اولش. در مورد سیستم ایران این هست که درست در این لحظه‌ای که به رسیده به این لحظه کنجانکچر، دست به دست هم دادن مسائل، در به مرحله بازتولید خودش رسیده، یعنی یک رژیم، دستگاه، سیستم به جایی رسیده که میباید خودشو بازتولید کنه به لحاظ تخصیص و توزیع منابع، به لحاظ نسلی، این خیلی مهمه، به لحاظ نسلی یک تغییری صورت خواهد گرفت و به لحاظ تغییر محیط، هم محیط اجتماعی عوض شده که اگر پیش آمد در مورد صحبت میکنه و هم محیط جهانی عوض شده، محیط برون کشوری عوض شده. یه مشخصه سوم هم این هست که همبسته است با اون مشخصه دوم، اینه که نظام جمهوری اسلامی یک نظام امتیازوریه، خودی، غیر خودی، و این خودی ها یک سلسله مراتبی دارن و از اول اینطوری تعریف شده. یعنی نظام جمهوری اسلامی با یه الگوریتمی برای توزیع امتیازها متولد شد. این الگوریتم رو به تدریج تغییر داد و به زعم خودش کامل کرد و ولی همواره این نظام امتیازوری موند. یعنی این نظام عبارت است از امتیاز روحانی بر مکلا، مسلمان بر غیر مسلمان، مرد بر زن،
باورمند به دگرندی، شیعه و سنی، مجموعه این نظام امتیاز و بعد اونایی که با رژیم براش کار میکنن، اونایی که کار نمیکنن، نظامی غیر نظامی، این مجموعه پیچیده ای از این نظام امتیازوری رو ایجاد کرد و بعد به خودش هم کلی مدال داد و نونخور ایجاد کرد. یعنی یک چیز عجیبی ایجاد کرد که در جهان در مجموع بی نظیره. حالا به مرحله باستولید خودش که میخواد برسه، که در واقع میخواد میباید ژن خودش رو به دوره بعدی منتقل بشه که یک دوره بسیار بحرانیه، اینه که این با تغییر نظام امتیازوری همراست. یعنی پای درگیری منافع است. بعد ما همین روزا اخبار رو میخوندم که تقریبا هر روز در هفته گذشته تظاهرات کارگران بوده و بازنشستگان. دو تا شعارشون خیلی گویاست: این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی. عجیبه که مقامات میتونن راست راست را برن و باز این شعار رو بشنون: این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی. یا اینکه کارگران میگفتن یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه. ولی مسئله فقط یک اختلاس نیست، با یه پرونده هم حل نمیشه، پرونده ها باید گشوده بشه. یعنی پرونده سیستم باید گشوده بشه، بخواهن اصلاح کنن باید نظام امتیازوری رو تغییر بدن. یعنی مردم بیچاره هم کنار بگذاریم، خودشون نمیتونن بر سر این تقسیم به وحدت برسن. این یه خطوط خیلی ساده از توصیفی از سیستم بود. سلام دوستان، ما سال گذشته همین موقع ها بود که فکر کردیم که احتمالاً کار آزاد تمومه، چون هزینه استدیو داشت، هزینه اجارش به شدت افزایش پیدا میکرد. ولی خب ما این مشکل رو با شما در میان گذاشتیم. حدود 70 نفر از مخاطبان برنامه ها در کنار ما قرار گرفتن، با حمایت های ماهیانه کمک کردن، ما فعالیت های آزاد رو ادامه دادیم. توی این یک سال هم تولیداتمون افزایش پیدا کرد، هم تلاش کردیم کیفیت اونها رو ارتقا بدیم. اما شهریور امسال هم باز همون مشکل سال گذشته رو داریم. امسال هم حدود 50% هزینه اجاره استدیو افزایش پیدا میکنه. ما اقتصاد و درآمد این مجموعه رو از طریق بازدیدها و درآمد یوتیوب و حمایت‌های شما میگردونیم. درآمدهای یوتیوب صرف هزینه های جاری میشن و حمایت‌های شما صرف اجاره استدیو. این کار گرچه به لحاظ اقتصادی دست مجموعه ما رو خیلی میبنده، مدیریتش رو سخت میکنه، ولی ما فکر میکنیم این هم کمک میکنه که ما بیشتر به دغدغه های مخاطبانمون توجه بکنیم و البته با استقلال بیشتری به فعالیت هامون ادامه بدیم. امسال هم اگر حدود 40 نفر از مخاطبان برنامه ها در قالب حمایت های ارزی و ریالی در کنار ما قرار بگیرن، این افزایش هزینه ناگهانی رو ما پشت سر خواهیم گذاشت و باز هم میتونیم به تولیدات گفتگوها ادامه بدیم. متشکرم از شما. جامعه نیکفر تلاش کردن اون انسداد رو در یک معنای سیستمی تفسیر بکنن تا یه ویژگی خاص لحظه کنونی که در واقع انسداد تو اون دوره گذار و بازتولید هست رو به تصویر بکشن. جامعه عبدی، شما این لحظه کنونی رو چطوری ارزیابی می‌کنید؟ بله، خب من اولا سلام عرض می‌کنم هم خدمت بینندگان، هم جناب دکتر نیکفر. البته ما قبل از جلسه هم سلام علیکم اونو کردیم، ولی خب حالا به هر حال چون جلوی بینندگان تکرار می‌کنم. من وقتی که گفتین این جلسه می‌خواد برگزار بشه، خب استقبال کردم به دو تا دلیل. یکیش این که فکر می‌کردم این یه مقدار رو کرده به آینده است. این خودش برای من ارزشه. ما خیلی سعی میکنیم که همش رو گذشته حرف بزنیم. دومش اینه که خب تا اونجایی هم که میدونم و پیگیر میکنم، خب آقای نیکفر به دلیل تخصصشون، حوزه علاقشون، حتما حرفای جدی میزنن و فارغ از این که ما بپذیریم یا نپذیریم، امیدوارم وقتی که از بلند میشیم از جامون خداحافظی میکنیم، مخاطبا حتما استفادهی ببرن و
و فکرم میکنم اینطوریه، با توجه به این نحوه شروع بحثم حتما همین خواهد بود. من برای پاسخ به شما سه تا سطح رو توضیح میدم خیلی سریع. یه تحلیل بلند مدت تاریخیه، یه تحلیل میان مدت، یه تحلیل کوتاه مدت بروزم هست. اینا این سه تا سطح متفاوتن. به طور شخصی خودم همیشه نگاه اصلیم به اون تحلیل تاریخی بلند مدت. ببینید اشکال ما چی بوده تو این دوره هایی که بوده؟ اشکالمون اینه، من حق تقریبا دیدم، ما همدیگر رو هیچگاه به رسمیت نشناختیم. حالا توضیح میدم چیه ماجراش. وقتی که میگم به رسمیت نشناختیم، معناش این نیستش که خب یه عده که مخالفن خب عادتا حرفای دموکراتیک میزنن، حرفای آزادی خواهانه میزنن یا فلان، ولی وقتی که میان میبینیم که کاملا جا عوض میشه. اینا که میرن بیرون حرفای دموکراتیک میزنن، اون یکی ها مسئله استبدادیه. برای اینکه ما همیشه تقلیل میدیم مسائل جامعه رو به اینکه آدم ها چی فکر میکنن. آدم ها چی فکر نمیکنن، خیلی راحت منافعشون که عوض شد تغییر موضع میدن، خیلی راحت، اصلا چیز عادیه این موضوع. به لحاظ تحلیل بلند مدت، من طرفدار نظریه تقسیم کار دورکیمم. یعنی چی؟ خیلی خلاصه میگم اینو. تقسیم کار دورکیم اینه توضیح میده که جوامع از یه حالتهای همبستگی مکانیکی دارن به سمت یه همبستگی ارگانیک حرکت میکنن. همبستگی مکانیکی یعنی چی؟ یعنی همبستگی از روی تشابهات، یعنی آدم ها این همه، همه باید این هم باشن. جامعه یه موجودیست که تو یه نفرشون رو بشناسی میتونی بقیه رو بشناسی، فرقی ندارن. که مثلا ما مطالعه جامعه یک ارگان مکانیکی جامعه شناسانه نیست، مردم شناسانه است. دیدید اینایی که میرن قبایل بدوی رو تحلیل میکنن، بهشون میگن اینا مردم شناسی میکنن، جامعه شناسی نمیکنن. اما به مرور که تقسیم کار زیاد میشه، همبستگی آدم ها دیگه از راه تشابهشون نیست، از راه تفاوتشونه. یعنی من باید شما رو به این دلیل با اتون همبسته باشم که متفاوتید از من، اما این تفاوت یه کارکردی داره. تو یه چیزایی رو برای من تأمین میکنی که یه آدم مشابه من نمیتونه تأمین کنه و منم همینطور. این یه طیفه، یه سیره. تو یه جایی میرسه که اون همبستگی مکانیکی که بنیاد سیاسی است برای یه نظام استبدادی خانوادگی، تبدیل میشه به یک بنیاد دموکراتیک. بنیاد دموکراتیک دیگه میگن آقا همه حق دارن، مساویان، تفاوتاشون اصلا بنیاد جامعه مدرن رو احترام گذاشتن به تفاوت هاست. اینه که جامعه مدرن رو میسازه برخلاف جامعه سنتی. خب اگه من اینطوری نگاه کنم، برای من دیگه مهم نیست اونی که بیرون جامعه از چی میگه، بیرون حکومته، او هر چی میخواد بگه بگه، میگه من دموکراسی ام. بعد میاد توی سیستم میبینی که مستبدانه تر از اون قبلی داره عمل میکنه. حالا از اینجا به بعد چه جامعه دموکراتیک میشه؟ نکته اینجاست. جامعه دموکراتیک الان محاسباتی که کردن نشون میده جامعه ای که به سطح 6000 دلار درآمد برسه، اونقدر توسعه یافته هست که یعنی به اون مرحله رسیده که میتونه یه حکومت دموکراتیک رو برای خودش به صورت باثبات شکل بده. و بعد از اینجا به بعد این حکومته که این جامعه است که میتونه پیشرفت رو تأمین کنه. شما با یه جامعه استبدادی نمیتونی، اون گیر پیدا میکنه. خب اما اینو اگه بخوایم تو ایران ببینیم، دو سه تا مشکل توش به وجود میاد. مشکل اول چیه؟ مشکل اول اینه که ما به 6000 دلار رسیدیم، اما این از تولید ملت نبود، از درآمدهای نفتی بود. یعنی درآمدهای نفتی میاد جانشینه، یعنی اون چیزی که شما میبینید سوریه، اون درآمدی که میدیدید 6000 دلار نبود، اون نفت بود که میومد تو جیب من و شما، حکومت مستقل میکرد، بنابراین حکومت دموکراتیک نمیشد. پس اینه، وقتی که شما
توی مسیر نفتی قرار میگیری، نهادهای مدنیت هم درست شکل نمیگیره. مثلا اقتصاد بازار شکل نمیگیره، نهاد مستقل بازار مالکیت عمومی و بخش خصوصی شکل نمیگیره. شما این عربستان رو نگاه کنید، بعضی میگن که خب خیلی عربستان پیشرفت کرد، این همین ولیعهدش شکار کرد، یه دونه هتل رو گرفت همه رو آورد تو اون هتل، گفت یالله بشین اینجا پولاتون رو بدید برید. اصلا مهم نیست که اینا دزدی کردن، یعنی که خود اونم این کارو کرده. اما میخوام بگم تو یک چی این اتفاق نمیتونه توی جامعه دموکراتیک بیفته. اعتبار مالکیت و اعتبار خون، اینا دوتا چیزیه که توی جامعه دموکراتیک به این راحتی از بین نمیره، این خطوط قرمز. خب نفت اومد اینو از بین برد، اجازم نداد نهاد شکل بگیره، و بدتر از اون که نهاد فرهنگ دموکراتیک هم شکل نمیگیره. شما نگاه کنید این نامه‌ای که امروز دیروز خانم فائزه هاشمی از زندان داده بیرون، در واقع میخواد بگه ببین ما داریم برای دموکراسی باز می‌کنیم، تو زندان ببین این وضعیتمونه. من الان کاری ندارم که اصلا حق با کی هست یا کی نیست، اونجا که نیستم بدونم، ولی اینو همیشه از بچه‌ای که زندان رفتن می‌شنیدم که توی زندان یه فرایند دموکراتیکی اونجا اساسا وجود نداره، حالا شاید به دلایل مختلف، اما اون فرهنگ دموکراتیک نیست. فرهنگ دموکراتیک متأثر از یه واقعیت موازنه قواست. خب اینا را داشته باشید. جامعه ایران همیشه تحت تأثیر این عوامل دموکراتیک نشده، اما از سال 1400 به بعد معلوم بود ما تو این مسیر حرکت میکنیم. حالا چرا میگم معلوم بود؟ برای اینکه من خودم معتقد بودم و اینو میگفتم. برداشت من این بود که شما درآمدهای نفتیتون از بین خواهد رفت. همین امروز بودجه امسال غیر نفتیه، میدونستید اینو؟ نفت توش هست ولی غیر نفتیه. چرا؟ محاسباتی که الان نشون دادن میگن تمام درآمدهای نفتی میره برای بازنشسته ها، برای صندوقای بازنشستگی رو. تازه اونم نمیتونن کامل بازنشسته ها رو تأمین کنن، این درآمدا باید برای از جای دیگه تأمین کنه. و بنابراین یکیش اینه که جامعه انقدر توسعه یافته که با یک دستسازی مبتذل نمیشه اونو اداره کرد، هر روز داره سقوط میکنه و بعد مردم هم فاصله شون زیاد میشه. این دیگه این بحثای میان مدت ماجراست و نهایت اینه که میبینیم که یه اتفاقی هم ممکنه بیفته، بالگردی هم سقوط کنه یا سقوط نکنه یا یه اتفاق دیگه، و تمام اینا بروز پیدا میکنه و سیستم رو به همون دلایلی که قبلا این مسیر رو طی میکرد، به همون دلایل مسیرش رو تغییر میده. بعضیا اینو اشتباه میکنن، فکر میکنن سیستم تغییر ماهیت میده. اصلا اینطوری نیست. سیستما به همون دلیلی که فرض کنید اون سیاست‌ها رو میبرد برای بقا، امروز به این نتیجه میرسه که اون سیاست‌ها برای بقاش کفایت نمیکنه، باید یه سیاست دیگه ای بره. خب از اینجا به بعد دیگه این پاسخ است که جامعه باید بده، که جامعه هم باید بپذیره که آقا من هم با این فرایند موافقم. اما اینم بگم، این فرایند چیزی نیست که یه روز دو روز ایده باشه. این دیروز که به ما گفتن که هیئت منصفه منو محکوم کرده، بعضیا میگفتن بیا اینم نتیجه. گفتم بابا جان اصلا اینطوری نیست ماجرا که شما فکر میکنی. ما در ابتدای یه راهی هستیم که من نمیدونم 10 سال 20 سال چقدر طول بکشه تا این زایمان به معنای دقیق شکل بگیره، یا اگه زایمان شد این بچه بزرگ بشه. اما اون چیزی که میدونم اینه که ما تو این مسیر قرار گرفتیم. ما همه اون مشکلاتی که آقای دکتر نیکفرم گفتن که منم موافقم با اون ویژگی‌هایی که گفتن، ولی میخوام بگم که ما در ابتدای این راه در دهه 80 باز نبود. وقتی که شما درآمدهای نفتیت سالی 100 میلیارد دلاره، اصلا دور همه این چیزا رو خط بکش. بعضیا فکر میکنن که وفاق یه ایده است که مثلا آقای پزشکیان نشسته مطالعه کرده. نه آقا اینطوری نیست. حسشه که آقا دیگه نمیشه دعوا کرد، باید با هم وحدت داشته باشیم. حالا این کار دیگرانه که اینو تئوریزه کنن و به نتیجه برسن. بله، من برداشتم از صحبت‌های جامعه عبدی این بود که اون الزامی که به لحاظ خصوصا اقتصادی بر منابع حاکمیتی وارد شده رو یه فرصتی یا یک ضرورتی برای ایجاد
تغییر میبینن، یعنی اون مرحله کوتاه مدت رو یه وضعیت تغییر ارزیابی میکنن. اما شما با توجه به اینکه انسداد رو به یه مؤلفه بنیادین ساختار سیاسی نسبت دادین، فکر میکنم احتمالا زاویه تحلیلتون باید متفاوت باشه. چطور ارزیابی میکنید جناب نیکفر؟ بله، خیلی ممنون. من فکر میکنم این برداشتن رانت نفت نه گشایش خواهد آورد و نه وضع رو بهتر خواهد کرد، فقط کمر زحمت کشان رو خواهد شکست. همین دیروز پریروز قیمت نون به طور متوسط 60% بالا رفت، بعد حالا هم نقشه دارن برای بنزین اینا. ولی حالا برمیگردم به این بچه اکتوئلش. آقای عبدی از یک تئوری استفاده کردن که در دهه‌های 70 و 80 60 70 80 خیلی رواج داشت، اونم مسئله نفت و دیکتاتوری بود. یعنی تلاش برای توصیف دیکتاتوری در به ویژه در خاورمیانه از راه رانت نفت. این وجوهی رو نشون میده ولی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته، چون قضیه پیچیده تره. یعنی ما فقط نمیتونیم ساده کنیم یه دولتی از پول زیاد داره بی نیاز از مردمه و بعد این بی نیازیش از مردم که دیگه به بی نیاز از مالیاته در نتیجه ناز مردم رو نمیخره و هر کاری میخواد بکنه. به طور خلاصه این تئوری این رو میگه. ولی بیایم نگاه کنیم در ایران ما انواع و اقسام رانت ها داریم. آقای عبدی شروع کردن گفتن از توصیف تقسیم کار دورکایم رو میپذیرن و اون توصیف رو خوبی میدونن. بله، توصیف بسیار خوبی است. همون رو اگر معیار بگذاریم خیلی چیزا رو ما میتونیم بشناسیم در سیستم سیاسی ایران. پیش از دورکایم هگل جامعه مدرن رو به عنوان سیستم نیازها تعریف کرده بود. سیستم نیازها یعنی تو چه کار میکنی؟ من نیاز در واقع به عنوان نونوا یک نیازی رو برمیارم. شما چه کار میکنید؟ خیاط هستم. شما چه کار میکنید؟ نجار هستم. به این میگیم سیستم در واقع نیازها و این تقسیم کاری که به هر حال به شکل پیشرفته دورکایم مطرح میکنه. ما یه اتفاقی در عصر جدید ایرانی میفته از زمان مشروطیت، اینه که یک صنفی وجود داره که برخورد که میکنه با این مسئله که خب شما چه نیازی رو برآورده میکنید در این جامعه مدرن، دوچار بحران میشه و عده خودشونو انتباق میدن. ما مثلا یه نیازهای روحی رو برمیاریم اینا، ولی عده از اون جایگاه قبلی دست بر نمیدارن، میگن ما این نیاز رو برآورده میکنیم که تشخیص بدیم نیاز شما چی هست. یعنی در یک عرصه متا، در یک ابر، سطح ابر خودشون رو قرار میدن و این انطباق داره در موضع ابر قرار گرفتن با تاریخ استبداد در ایران که ببینید دو تا قشر به هر حال این استعداد رو دارن که همواره در اونجا خودشون رو قرار بدن در این موضع متا. بعد همین در قانون اساسی گنجونده میشه، یعنی که یک سطحی وجود داره که اون سطح تعیین میکنه که نیاز شما چی است و بعد این تعیین کردن به شیوه مکانیکی پیش میره، یعنی به شیوه حمله به دانشگاه، به شکل گشت ارشاد، به صورت سیستم زندان ها. این شیوهیه که کوشش میکنه
این کار رو پیش ببره. بعد به این ترتیب یه رانت ایجاد بشه، اونم رانتی که ما میتونیم توصیفش کنیم با اقتصاد سیاسی دین. دین دیگه تبدیل به سکه میشه و شما هر چقدر این سکه رو بیشتر داشته باشید میتونید بهتر طی مراحل کنید و بعد این سکه قابل توزیعه، یعنی شما اینو میتونید با تومن با دلار تعویضش کنید، اینقدر سکه دین میدم اینقدر دلار میگیرم، و یا اینکه این پست و مقام رو میگیرم. یعنی به این ترتیب علاوه بر رانت نفت که دسته اینه، یه رانت دیگه هم وجود داره که به شما اجازه میده به اون رانت نفت دسترسی پیدا کنید. این سیستم هست که ایجاد شد و بعد این سیستم رو فقط با قدرت و روابط قدرت میشه حفظ کرد. به این ترتیب رانت خودی غیر خودی، تعلق داشتن، آقازاده بودن، اینا به این ترتیب ما ترکیبی از اینا مواجه است. یعنی آقای عبدی عزیز اینطوری نیست که پول نفت بره این دوتا هم قضیهشون حل بشه و این قضیه یک عقلانیتی بر حکومت وجود داره که از این دوتا رانت دست برداره. تمام سیستم بر اساس اقتصاد سیاسی دین و اقتصاد سیاسی زور بنا شده و همه گرد این شرکت های فرادولتی که ما اصلا نمیدونیم در اونا چی میگذره و بعد پول نفت و این باعث شده که این ضربه رو به دین بزنن، ضربه رو به اقتصاد بزنن، ضربه رو به اعتماد عمومی بزنن و یکی از فاسدترین و رژیم های موجود رو در واقع ایجاد کنن. بله، در مورد این بازی ذی‌نفعانی که با مکانیزم های باستوزی رانت حالا توی سه دسته اشاره کردن اگر ملاحظه داریم بفرمایید. بله. ببینید من یه نکته رو راجع به مطلب آقای دکتر نیکفر تایید کنم و اون اینی که نفت همه چی رو توضیح نمیده، این کاملا درسته. اما چرا من فقط رو این تاکید میکنم؟ برای اینکه وقتی که بخوایم همه چیزای دیگر رو توضیح بدیم نهایت اینی که مخاطب گیج میشه، نمیتونه ماجرا چیه. یعنی این ماجرا یه ذره پیچیده میکنه ما رو، بنابراین سعی میکنیم اصطلاحا ما میگیم رگرسیون، اون متغیر اولشو که بیشترین سهم واریانس رو تفسیر میکنه اونو توضیح بدیم و الا اینو 100% قبول دارم که عوامل دیگه هم هست، با اونو نمیپردازم، نه به خاطر اینکه ندیده بگیرم، به خاطر اینکه مفهوم بهتر منتقل بشه. این پس اولش من. اما دومش اینه که تقریبا اکثر اتفاقات سیاسی ایران من با افزایش و کاهش درآمدهای نفتی میتونم بفهمم و توضیح بدم اینو، یعنی میخوام بگم خود اینم اهمیت داره. یه نکته تو مطلب آقای دکتر نیکفر بود در مورد قانون اساسی و یه رانتایی که وجود داره. این حرف درسته که این رانتا هست، اما این رانتا منشأش خود اون نفته، خود این رانتا منشأش نفته. ببینید برای اینکه بدونن، حالا من نمیدونم آقای نیکفر اینو آمارشو دارن یا نه، بودجه ایران طی این سالهایی تو همین دولت آقای رئیسی، سه سال آقای دولت رئیسی، سهم درآمدهای مالیاتش به شدت افزایش پیدا کرده، خیلی شدید. برای چی این کارو میکنن؟ اصلا شما میدونید تو دوره احمدی نژاد که درآمدها زیاد بود اصلا نمیخواد مالیات، حتی میخواست سازمان ملل هم با پول بخره، میگم اون آژانس هسته‌ای چقدر بودجهش ما میدیم. یعنی ببینید عقلانیت نفتی رو جدی باید بگیریم. وقتی که شما نفت دارید یه عقلانیتی داره، مدیر بی صلاحیت بذاری برات اهمیتی نداره که، چون اون مدیر فقط کارش توزیعه.
حالا بین هر کسی که میخواد توضیح کنه، مدیرای امروز کارشون تولیده، کار تولید به این راحتی نیست. به همین دلیلی که شما میبینید دولت قبل به بن‌بست رسید، بر اساس یه عقلانیت نفتی اومد سر کار، اما نهایت دید که هیچ کاری نمیتونه اساسا انجام بده و اومده هی در مالیات رو افزایش میده. مالیات رو مگه همینطوری میشه افزایش داد؟ آقای دکتر نیکفر تو خارج اینو خیلی بهتر از ما میتونن بگن. با 1-2% افزایش و کاهش مالیات دولت ها دعوا میکنن، مردم جابجاشون میکنن. تو اینجا الان چندین برابر شده سهم مالیات، بسیار زیادتر از نفت شده، تازه اون نفتی هم که تشریزی نمونده. شما وقتی میخوای مالیات بگیری لازمش اینه که تولید داشته باشی، اگه تولید نداشته باشی نمیتونی رانت استفاده کنی. به همین دلیل میبینی، ولی اینو کاملا موافقم که ما در واقع تمام رانت هایی که وجود داشته، تمام منابع رو به شکل غیر کار کردی، غیر مؤثر استفاده کردیم. منابع نفت، دیگر منابع زیرزمینی، منابع فرهنگی، دین. الان چرا وضع دین به این روز افتاده؟ به خاطر اینکه اصلا اینو همینطوری هزینه کارهای جاریشون کردن. اصلا سرمایه گذاری دینی ما نداریم که همش هزینه کارهای جاری حکومته برای اهداف جاریشون. دین هست، حتی مفهوم و مضمون انقلاب، اینا بخش فرهنگ، همه اینا رو به شکل نادرست استفاده کردن و این منابع ته کشیده. به همین دلیل اون رانتایی که آقای دکتر میگن که کاملا هم درسته، اون رانتا دیگه اصلا منابعی ندارن که بخوان از رانت استفاده کنن. سیستم سیاسی مجبوره که دست دراز کنه به سمت سرمایه خارجی، به سمت اصلا سرمایه خارجی ورش کنه، سرمایه گذار داخلی. من دیروز با یکیشون صحبت میکردم، گفت اصلا ما سرمایه خارجی رو ولش کن، کاری بهش نداریم. من الان نمیدونم چجوری میتونم سرمایه داخلی رو حفظش کنم و به کار بندازم. اینو یه فکری باید براش کرد. یعنی دیگه در حالی که اصلا شما برید دوره احمدی نژاد اصلا نگران سرمایه گذاری نبود، سالی 100 خورده میلیارد دلار به طور متوسط 100 میلیارد دلار درآمد داشت، همش هم گرفتن و خوردن و ازینه کردن و بعد آخرش هم هیچ. بنابراین وقتی که تحلیل نفتی رو میگیم، در این حال که منم با آقای دکتر موافقم که این همه چیز رو تفسیر نمیکنه بین کشور، اما نهایت معتقدم تو ایران تفسیر بسیار مهمی داره. توی مقاطعی تبدیل به یه مشکلات دیگه شده که اون مشکلات الان هست و ما اون مشکلات رو باید حل کنیم. اما وقتی این چیزه، این یه عفونتیه، عفونتی که شما چند تا مشکل میبینی تو بدن، زخم میبینی، اما ریشش اون عفونته. هنگامی که اون عفونت رو از بین ببری تازه میتونی این زخم رو درمان کنی، و الا کاملا موافقم این زخم وجود داره و باید برای درمانشون اقدام کرد. یه جمله دیگرم بگم تموم کنم. در مورد قانون اساسی، من اصلا اینطوری نگاه نمی کنم که یه متن متسلب غیر قابل، الان ما 40 ساله یه قانون، 45 ساله یه قانون اساسی داریم، حالا با یه تغییرات، انواع و اقسام آدم ها، دولت ها میان میرن با انواع و اقسام سیاست ها. قانون اساسی اینه یه بادکنکه، تا اونجایی که بتونی فوت کنی توش باد میکنه، حالا یه جای دیگه نمیشه، میترکه، بعدم میتونی کمش کنی. تفسیری که حکومت از قانون میکنه، من زمینه اینکه تو ایران من اصلا اعتقاد ندارم حاکمیت قانون به اون معنا وجود داره که حالا ما هی خیلی ارجاع بدیم به این قانون اساسی. بنابراین معتقدم الان شرایط برای اولین بار در تاریخ ایران که ما به یه سطحی از توسعه رسیدیم، درآمدهای ملت هم، درآمدهای حکومت هم مستقل دیگه نیست از ملتش، ولی ما نهادسازی باید بکنیم. فراگیرم قبول دارم که کاهش درآمدهای نفتی فشار میاره به طبقات، اتفاقا همین موجب میشه که حکومت پاسخ بده. حکومت نمیتونه به این راحتی سرکوب بکنه. حکومت پاسخ بده، برای پاسخ دادن باید بره دنبال تأمین سرمایه، دنبال ثبات اقتصادی، دنبال سیاست‌های مناسب‌تر، و این همون است که من عرض کردم. من اگه بخوام تا اینجا یه مقایسه بکنم توی صورتبندی ها، به نظرم توضیحی که جناب عبدی دادن در واقع با متکی کردن سیستم سیاسی، حاکمیت، نظام حکمرانی
به مسئله درآمدهای خودش، وابستگی خودش به نفت، اون فاکتور عاملی که بر دینامیزمش مؤثره رو بیان کردید که در واقع از نظر شما با از دست دادن اون فاکتور سیستم و سیستم سیاسی مجبور میشه رفتارهای متعارفتری برای رشد اقتصادی ایجاد بکنه، برای اینکه همون بالاخره مسیر خودش رو بتونه ادامه بده. البته جناب آقای نیکفر اصرارشون روی این وجوه استاتیک حاکمیت سیاسیه. به نظرم اون چیزی که بالاخره هر مکانیسمی هم بخشای پایدار داره هم بخشای پویا داره، وقتی هم از اینکه آیا الان چشم‌اندازی برای تغییر فراهم شده یا نه بخوایم صحبت کنیم، باید ببینیم که آیا اون بخش‌های پایدار بخش‌های قدرتمندترین یا اون فاکتورهای پویا الان ظرفیت‌های بیشتری را فراهم کرده. به خاطر همین جناب نیکفر من خواهشم این هستش که اگر ما بخوایم این دوتا را از هم تفکیک کنیم، یعنی بگیم یه بخش‌های ساختاری داره، احتمالاً یه مسائل اورژانسی هم برای ایجاد تغییر داره، اینها رو شما در مقایسه با هم چطور میبینید که احتمالاً در نهایت ذهنیت شما اینه که اون بخشای پایدار تحمیل خواهند کرد سیستم خودشون رو بر بقیه موارد؟ قضیه رو باز میتونیم سیستمی ببینیم. در سیستم یک اصطلاحی هست بهش میگن پت دپندنسی، یعنی وابستگی به اون مسیر، یعنی شما این پدیده حرکت داره و این حرکت سمتی که میره خیلی تابع این که مسیر قبلی چی بوده. در جمهوری اسلامی این پدیپندنسی خیلی قویه، یعنی اگر بخوان در واقع اینرسی سیستم خیلی بالاست، به اصطلاح مهندسی تر بیان کنم، این به این صورت خودشون نشون میده. حالا آقای عبدی گفتن مسئله رو ساده میکنیم به این صورت که قضیه رانت رو، رانت نفتی رو حذف میکنیم، بعد ما وقتی سرمایه‌داری داریم که این سرمایه‌داری دیگه از دولت کنده میشه و این پویش خودش رو داره و این در واقع یک زمینه عینی لیبرالی رو ایجاد میکنه. متاسفانه چنین نیست. ما یه سرمایه‌داری داریم که در آینده ویژگی هاش رو حتما در کتاب های تاریخ از نظر غارت و دزدی و استثمار خواهند نوشت. یعنی ما حسن سرمایه‌داری که در واقع مبتنی بر دانش، کار، تولید و پرداختن در واقع اون ارزش اضافی تولید شده به بخشش به کارگر برای اینکه خودشو باستولید کنه، چنین چیزی رو نداریم. یه منچستر کاپیتالیزم اسلامی داریم اینجا که چیز عجیب غریبه. شما در نظر بگیرید که ستون فقرات طبقه کارگر ایران رو شکستن، 90% کارگران قرارداد ندارن، فراگمنتد شده، تیکه تیکه شده، کارخونه ها رو تیکه تیکه کردن، سپردن به بنگاه مقاطع کاری، سیستم بردهداری رواج پیدا کرده. این وضعیتیه که و بعد همینطوری از همدیگه میخورن. یک اصطلاح دیگه هم هست در اقتصاد سیاسی مطرح میشه در مورد سیستم های مثل ایران، میگن از گوشت خود خوردن، یعنی یک جوری شده که چون رابطه این سرمایه‌داری با بیرون قطع شده و بهش تزریق نمیشه، با
باید این سیستم از گوشت خودش بخوره و این گوشتی که قابل خوردنه میشه طبقه کارگر و زحمتکشان. این وضعیتی است که ایجاد کردن. این نظام آشفته فاسد که خون ازش میشه که این نمیتونه مبنای حالا با حذف نفت فقط درجه استثمار بالا خواهد رفت، هرس برای قارت بالا خواهد رفت، بعد گرون شدنهای بیشتر که نمونهش رو در نون و خواهیم دید و بعد در برابر اون از یه طرف ما شورش ها قیام ها رو خواهیم داشت، از طرف دیگه سرکوب خواهیم داشت و بعد در کنار اون فرار سرمایه رو خواهیم داشت چنان که الان هم داریم و فرار متخصص. یعنی چنان تسلیل رویایی که آقای عبدی مطرح میکنه چنین چیزی متحقق نمیشه. اتفاقا وضع رو به مراتب آشفته تر خواهد کرد. یعنی این جای نگرانی است. چیزی که ما خوبه بهش بپردازیم اینه که تصور میشه که ما بعد این واقعیتی که رژیم به بحران کارایی رسیده، این رو به کار میبرن که فقط گفتن در جریان بحث‌های انتخاباتی که با از طریق مدیریت حلش کنیم، مدیریت بهتر و تخصص. آقای عبدی به خاطر دارن که تخصص در ابتدای بنیانگذاری این حکومت چه فحشی بود. بعد به هر حال الان متخصص ها عزیز شدن و مدیران عزیز شدن. مشکل اینه که آقای عبدی امیدش هست به این مسئله در واقع اقتصاد سیاسی بدون نفت یک اتوماتیزم لیبرال کننده داره. حکومتم الان گفتمان غالبش این هست که ما از طریق مدیریت بهتر میتونیم بر بحران کارایی غلبه پیدا کنیم و بعد دوباره اوضاع خوب خواهد شد. که من قطع میکنم الان اگر لازم شد سر این بحران کارایی و مدیریت صحبت کنیم و بعد همه اینا چون آقای عبدی گفتن به آینده صحبت کنیم. تنها آینده اگر این وضع پیش بره چجوری خواهد بود و بعد آلترناتیو خوب چی میتونه باشه. بله، از همین نقطه اگر بگیریم که ما یه ضرورتی برای کارایی به وجود اومده که از نظر فکر میکنم آقای نیکفر یه مسئله خیلی تاکتیکی و کوتاه مدت و کم اثره، شما این رو چجوری اولا اینو قبول دارین، ثانیا چجوری این میتونه اثرات جدی تری داشته باشه؟ نه عرض کنم که اصلا فرض میکنم تمام مطالبی که آقای نیکفر گفتن درست باشه، بحثی نیست. ببینید من وقتی در مورد آینده حرف میزنم، آینده رو اینطوری نمیبینم که یه واقعیت متسلبیست که ما اطلاع داریم. مثلا یه بیمار رو که میبرم پیش پزشک، بعضی پزشکا میگن یه ما دیگه زنده است میمیره، حالا ممکنه یه ما بشه 20 روز یا بشه 40 روز، خیلی به ندرت یه کسی ممکنه اصلا نمیره سالها، میگن او بیا اشتباهی شد. ما اصلا اینطوری نگاه نمیکنم به ماجرا. من همونطور که ابتدا هم عرض کردم توی اول فرایند بلند مدت رو نگاه میکنم. میگم اصلا فرض کنیم تمام مواردی که آقای دکتر نیکفر گفتن اصلا درست باشه، دیگه از این بالاتر کنیم. خب این معناش اینه که اگه نفتی بود میتونست ادامه بده به وضع خودش چون یه پولایی داشت، اما سیستمی که نفتی نباشه با این سیاست ویژگی‌هایی که ایشون فرمودن این به سمت اضمحلال بیشتر میره. درسته آقای نیکفر؟ اینو که قبول دارید به سمت اضمحلال بیشتر. یک فرضش اینه که هی داره این سیستم ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر میشه. بذارید من دیزم ممکنه طولانی بشه ولی بد نیست. دو روز پیش آقای دکتر نیلی یک گزارشی داد
از وضعیت اقتصاد سیاسی کشور. من اینجا خیلی خلاصه یه تیکشو میگم. گفت ببینید ما 4 تا سطح داریم تو جامعه که حکومت با این 4 تا سطح شکلی مختلفی برخورد باید بکنه به لحاظ اقتصادی. یه سطح خدمات کشاورزی، صنعت مسکنه، این چیزا. اینجا جاییست که دولت به عنوان کالایش خصوصی جاییست که تولید ثروت میکنه همش باید آدم ها پول. اینجا جاییست که دولت ها باید پول درارن ازش برای خودشون. برای چی پول درارن؟ تو 3 سطح دیگه که من به سطح آخرش میپردازم اونجا باید خرج کنن: امنیت، سیاست خارجی، دستگاه قضایی و مسائلی از این قبیل. اونجا باید، اونجا که پول نداره که، اونجا هی باید چیکار کنی؟ ارتش چه پولی داره؟ ارتش فقط مصرف هزینه میکنه. خب حالا این توصیفی که ایشون کردن معناش اینه که اون بالا داره ضعیفتر، کوچیکتر، ناکارآمدتر میشه. معنای روشنش اینه که این پایین ناکارآمد میشه دیگه، این پولی نداره. قبلا تو سیستمای قبلی یه فلش دیگه این وسط میومد، پول نفت بود. با اون ناکارآمدی صنعت، کشاورزی، نمیدونم مسکن خیلی توجه نمیکرد، چون این پولشو داشت که این قسمت پایینو تأمین مالی کن. الان که نداره، پس نتیجهش اینه. این به مرور مجبور میشه سرکوب کنه چنین سیستمی. من معتقدم توی جامعه ایران نمیشه این کارو کرد. این به این راحتی نیست که این وضعیت با سرکوب بخواد حل شه. ضمن این که معتقدم سیستم سیاسی ایران به ناچار میپذیره که باید اون بالا رو منشأ ثروت کنه. هنگامی که شما اون بالا رو میخواید منشأ ثروت کنید، رویکردتون باید به صورت مستمر تغییر کنه، به صورت بنیادی. حالا نه که یه روز دو روز و یه ماه دو ماه نیست، این به مرور انجام خواهد شد. و الان مثلا امروز داشتم یه گزارش میخوندم، برای آقای نیکفرم حتما این گزارش میتونه خوب باشه، یا کسی نوشته بود، نوشته بود ببینی 60 یه جای مهمیست که آقای دکترم میدونن، چون منابع اصلی کارگرا اونجا. طرف گفته بود وزیر وقت خودش رو حروم 60 نکنه. حالا نمیخواست اینو رد کنه، میخواد بگه، گفته بود 60 با همه ایناش 50,000 میلیارد سود داره. خب تو فوقش میکنی 100 میلیارد. اما 1,000 تا این وسط رانت خابیده که باید با اونا یکی یکی دعوا کنی. ها خب الان تأمین اجتماعی هنوز جزو صندوقایی است که نفس میکشه، هنوز به صندوقای بازنشستگی نرسیده. اگه برسه اونجا که اصلا واویلاست، هنوز داره نفس میکشه. این نمیتونه به اون توجه نکنه، این نمیتونه با 50,000 میلیارد تومان سود بتونه، میتونه فقط یه بخشی از حقوق کارگرها رو، بازنشسته ها و اینا رو تأمین کنه. این چاره ای نداره برای اینکه به قول ایشون کارگره میریزه شعارهی که گفتن رو میده. شعارها خب معلومه که نتیجه خواهد بود. بنابراین من میگم اینطوری نگاه میکنم، سیستم ها برای بقای خودشون مجبورن این مسیر رو برن. همچنان که تو صحبت آقای دکتر نیکفرم هست، نمیگه که این میتونه این کار رو بکنه به صورت مداوم، و کاملا تو صحبتشون واضحه که این داره اوضاع رو بدتر میکنه اگه این مسیری که ایشون میگه بره. من میگم که سیستم سیاسی فرضمون رو باید بذاریم به عنوان یه موجود عاقل، در شرایطی که مجبور بشه تصمیماتی رو میگیره که به بقاش کمک کنه، نه به نابودیش. و وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که این فرایند رو تقویت کنیم، این فرایند رو حل بدیم به سمت جلو. حالا فرض کنیم که اصلا تحلیل ایشون شد، مثال میزنم، من چه چیزی از دست دادم تو ماجرا؟ این مثلا من برم اون فرایند رو تشدید کنم؟ من که این کارو نمی کنم. فرض من اینه که این اتفاق رو باید تشدید کنیم، تقویت کنیم، حکومت هم متوجه بشه که دیگران هم به این راه کمکش میکنن. و من فکر نمی کنم سیستم سیاسی ایران بتونه اونطوری که آقای
دکتر گفتن در برابر مردم، حالا اگه مسائلی در گذشته بوده اونا موضوعش میتونه متفاوت تحلیل بشه، در برابر مردم نمیتونه با سرکوب موفق بشه، هیچ چاره ای نداره جز این که وضعیت اقتصادی خودشو بهبود ببخشه و برای وضعیت اقتصادی خودش بهبودش به ناچار باید سیاست خارجی متعادلی انتخاب کنه، به ناچار باید نظام گزینشی و پذیرش نیروشو متفاوت کنه، به ناچار باید این قواعدو بپذیره. اینا در گذشته با نفت جبران میشد، امروز دیگه نفتی برای این کار وجود نداره. یه سوال کوتاه، این نکته که سیستم سیاسی از ریل بقای خودش خارج شده ناچار تغییراتی بده برای اینکه به ریل بقا برگرده، آیا این ممکن نیست این نتیجه رو به دنبال داشته باشه که بعد از بازگشت به ریل بقا، حالا فرض کنیم با بهبود روابط خارجی، بازگشت درآمدهای نفتی و چیزهای شبیه به این، دوباره به همون مسیر؟ به خاطر اینکه تو صحبت آقای دکتر بود به نظرم باید بهش توجه کنیم، این پویایی سیستم یه امر خیلی پیچیده مکانیکی نیستش که مثلا بتونی تا اینجا بری بعد بتونی برش گردونی. تو با یه سازوکاری میری جلو، یه ساختارای شکل میگیره که این ساختارا و این فرهنگ و این نهادها قوام میده اون رفتارو، و الا اگه قرار باشه برگردی، چرا؟ تو یه شرایطی ممکنه برگرده، دوباره نفت برگرده به جایگاه اولش، که من خوشبختانه فکر میکنم نفت دیگه به جایگاه اولش نمیگرده. الان آلمان آقای دکتر چقدر انرژی پاک دارن استفاده میکنن، یا چشم انداز آیندهشون دیگه به نظر نمیاد که نفت بتونه چنین جایی، حالا این نفت شل و اینا هم که اصلا تقویتش بیشتر بشه، نفت نمیتونه جایگاه، حداقل در میان مدت هم نمیتونه تو ایران به جایگاه اولش برگرده. دو برابر این نفت هم بفروشه، تازه باید بدن به بازنشسته‌ها که نفتای قبلی خوردن. بله. آیه نیکفر، این استفاده از منطق بقا که آیه عبدی داشتن که یک ضرورتیه برای حکمران عاقل، حداقل در حدی که بخواد بقای خودش رو تأمین بکنه، اول شما با این فرض موافق هستید که حکمران عاقل چنین کاری خواهد کرد، حالا کیس خاص ایران، و در مورد تا حد خوبی برگشت ناپذیر بودن این مسیر برگشتن به ریل بقا نظرتون چیه؟ بله، خب تئوری هایی وجود داره بهش میگن rational choice، انتخاب عقلانی، یعنی وقتی که شما حوزه سیاست رو به عنوان یک حوزه پلیر، بازیکنان در نظر بگیرید و در چارچوب یک گیم تئوری، یک تئوری بازی، میتونید توصیف کنید که این، فرض بر این بگذارید که این دست به انتخاب عقلانی بزنه و اینطوری پیش بره، و بعد با توجه به موانعی که در محیط باش مواجه شده، یواش یواش سر عقل بیاد و بعد دیگه هم اوضاع خوب بشه. به این سادگی متاسفانه نیست. یک، چنین عقلی وجود نداره. تشخیص منفعت وجود داره و این تشخیص منفعت ها با همدیگه در تضاد و تقابل هستن، و بعد سیستم از یک کانون و یک مغز تشکیل نشده. ما یک جامعه به نسبت مدرن هستیم، یک جامعه مدرن توش جدایش سیستمی صورت گرفته، یعنی ما اینجا سیستم سیاست رو داریم، اینجا سیستم دین رو داریم، اینجا سیستم اقتصاد رو داریم، سیستم مثلا هنر رو داریم، به اینا میگیم، همه اینا میگیم زیر سیستم، زیر سیستم فرهنگ رو داریم. در جمهوری اسلامی ما فقط کافیه 3 زیر سیستم رو در نظر بگیریم. این 3 زیر سیستم دوچار مشکل کمونیکاسیون با هم هستن و اصلا اینو نمیتونن با عقل حلش کنن. سیستم دین بر اساس چه کدی کار میکنه؟ بر اساس کد دوتایی کفر ایمان کار میکنه.
سیستم سیاست کود دوتایی در واقع سیستم سیاست چی هست؟ تبعیت، سرکشی، یعنی با این دوتا کار میکنه. سیستم اقتصاد بر اساس سود و زیان کار میکنه. این زیر سیستم ها میخوان وارد هم کمونیکاسیون بشن، در ترجمه کدهاشون به هم دیگه دچار اختلال میشه. یعنی منهای این که ما بیایم بگیم یک حکومت فرقه ای هست، اینا رو همه رو بذاریم کنار، خیلی ساده این زیر سیستم ها دچار مشکل کمونیکاسیون با هم دیگه هستن. حالا به اینا اضافه کنیم جنگ منافع و مسائل اقتصادی و اون دستگاه‌های فرادولتی و همه اینا رو، ببینیم انقدر این سیستم پیچیده است و بیدر و پیکره، تا فرمان از یه جایی به جای دیگه برسه کلی دگرگونی میشه و بعد کلی اینجا در واقع این نظام رانتی که ایجاد کردن انقدر دهانهای مختلف وجود داره. یعنی شما مثلا بیایید بگید که باشه من میخوام درست کنم، دانشگاه رو میخوام بیام درست کنم، یکی از ارکان سلامت این هست که ما دانشگاه رو باید درست کنیم دیگه. اولین گام برای درست کردن دانشگاه جدا کردن حوزه دانش هست با حوزه های دیگه. زیر سیستم مستقل باید باشه، یعنی زیر سیستم دین و زیر سیستم سیاست و زیر سیستم اقتصاد حق دخالت ندارن، دانش باید خودش رو تعیین کنه. این که در این کشور میدونیم چه مشکلاتی داره، و بعد یک دستگاهی رو درست کردن، به یک افرادی دکترا دادن، عضو هیئت علمی کردن، که آقای عبدی حتما داستانهای پر از آب چشم در این مورد دارن. اینا نگه میدارن، این وضعیت رو نگه میدارن. به این معنی نیست که من بگم که مزمحل میشه، یعنی این سیستم میره و بالاخره گیر میکنه و تقبی سکوت میکنه، اینطوری نیست. ما شبیه به این در جهان زیاد داشتیم، نظام تباه شده شوروی رو داشتیم، یک نمونه عظیم که دیدیم که چجوری شد. بعد ما در این فاصله از دهه 70 تا کنون، 1970 تا کنون، ما انواع اقسام پدیده های ترانسفورماسیون رو داریم که چجوری عوض شده. برخی سیستم ها دچار ترانسفورماسیون شدن در زمانی که کارا بودن. یعنی دو تا سیستم بدنام رو مثال بزنیم، یکی پینوشه، یکی فرانکو. زمانی شروع کردن به تغییر که کارا بودن. کارا بودن یعنی یه طبقه متوسط قوی در شیلی ایجاد کرده بودن، یا در اسپانیا، و اسپانیا انتگره در اروپا بود، نقطه های قوت زیادی داشتن و یک انتقال آرامی رو در واقع شروع کردن در کارایی و تونستن اینو پیش ببرن. هنوز در شیلی میراث در واقع ننگین پینوشه برچیده نشده، یا هنوز فرانکیزم در اسپانیا مسئله است، یعنی هنوز دفتر ماجرا بسته نشده با اینکه رژیم پینوشه. یک جا هست که در اوج درماندگی ترانسفورماسیون صورت میگیره، تبدیل به مثلا سودان در میاد توش، یا مصر هست توش در میاد، که یک حالت در واقع آشوب و جنگ داخلی ایجاد میشه، یک حالت دیگه یک رژیم اقتدارگرای نظامی میاد روی کار. حالت‌های مختلفی
پیش میاد. بعد مسئله این هست که ما هم وضع ما خطرناکه، هم نقطه امیدهایی داریم. نقطه امیدهایی که باید بهش اتکا کنیم رو باید بشناسیم، و این نقطه امیدها عقل حکومتی نیست یا مسئله نفت نیست. نقطه امید توی خیابون و توی کارخونه است. و من الان قطع میکنم، دور بعد اگر فرصت شد در مورد نقطه امیدها، یعنی در واقع زنانی که آمدن به خیابان، اون نقطه امید ماست و همین کارگرهایی که الان میان به خیابان. بله، اگر بخوایم توی این چند بخش پایانی در مورد آینده صحبت بکنیم، اون پیشنهادی که شما دارین این هستش که از همین اضطرار و نیاز سیستم سیاسی استفاده بشه برای ایجاد تغییرات تدریجی. از نظر شما اگرم اتفاق نیفتاد، خیلی اتفاق بدی نیفتاده. افتاده دیگه، ما چیزی از دست ندادیم اگه غیر از این بگیریم. گزینه های رقیب، از جمله گزینه ای که آقای نیکفر خیلی گذرا بهش اشاره کردن، اون گزینه ها رو شما چرا گزینه های معتبری نمیدونید؟ ببینید، شاید یه تفاوتی بین مبنای تحلیلی من و آقای نیکفر وجود داره که اینو باید بهش توجه کنیم. آقای نیکفر خیلی به وضعیت کنونی و جزئیاتش اشاره میکنن. من میتونم موارد بیشتری از اینی که ایشون گفتن و واقعا پیچیدم هست رو مطرح کنم که چه مثلا به خصوص تو این 3 سال تو سیستم بوروکراسی چه وضعیتی رو ایجاد کردن اینا، و اونا همه اینا رو توضیح بدیم، کلی اصلا دیگه ایشون ممکنه ناامید بشه که هیچ راهی دیگه برای تغییر وجود نداره. توجه میکنید؟ آره، اینا رو میشه گفت، مشکل خاصی نیست. انواع اقسام این زیر سیستمایی که ایشون توضیح دادن کاملا یه زاویه گفتن، یه نوع زیر سیستمای دیگه هست که منافعشون مشکل درست میکنه، بخشی از روحانیت، بخشی از نظامی ها، بخشی از اونایی که سرمایه دار شدن تو این سیستم با رانت با هر چیز دیگه، اینا همش واضحه. من اصلا با این مسئله ای ندارم. من صحبتم اینجا یه تحلیل کلانتری از ماجراست، در حد در چارچوب تحلیلگر صحبت میکنم، اما صحبت آقای دکتر ناظر میشه به یک سیاست مداری که بخواد این مسائل رو بهش توجه کنه. الان من کاملا میتونم بگم که خیلی از این مسائلی که ایشون گفتن بیشتر میتونه وجود داشته باشه و هنوزم هست و حتی ممکنه تشدیدم بشه. من هیچ گارانتی برای آینده کسی نمیتونه بده، توجه میکنید؟ بنابراین این یک تفاوته. یه نوع تفاوت دیگه، آقای نیکفر کدهایی رو از سیستم میگه که درسته، ولی من معتقدم که اساساً این تغییرات برای اینه که این کدها داره تغییر پیدا میکنه. این دیگه به مثال میزنم، حالا شاید اینا چه مثلا خود این که آقای پزشکیان رو انتخاب کرد، تایید کردن با فرض خیلی قوی که وجود داشته یا که این میتونه انتخاب بشه، یعنی پذیرش این یک کده، کدی که در گذشته هیچگاه سابقه نداشته، کدی که مثلا میتونه 2 تا وزیر 3 تا وزیر یا کسای دیگه این تیپی بیان تو ماجرا و انتخاب بشن و تایید بشن. این یک کد جدیده، کدی است که مغایر با کدای قبلیه. بنابراین فرض من اینی که سیستم سیاسی مجبور کداش رو تغییر بده، اما یه شرط داره، این که منتقدا هم کمک کنن به این تغییر کد، یعنی خطرناک براش جلوه نکنه. چون درست میگن اگه اینا رو حس کنه که اینا خطری براش هست، وضعیت نقد رو به یه حلوای نسیه ترجیح خواهد داد، سیلی نقد رو به حلوای نسیه ترجیح میده. بنابراین یه مقدار سطح تحلیلی ما ممکنه متفاوت باشه. اما این نکته آخر که چرا من به اون نکاتی که ایشون میگه،
مثلا اونا رو مفروض میگیره و هر لحظه بابا این دولت تازه اومده، هنوز اعتراض پرستارا هست، کارگرا دیروز رفت در این شعارا رو دادن، پس فردا ممکنه 100 تا اتفاقای دیگه هم ممکنه بیفته. اینا رو اصلا رد نمی کنیم. اینا اتفاقا عواملی است که سیستم سیاسی رو به عقلانیت بیشتر وادار خواهد کرد و اون تعارضاتی که ایشون میفرماید در اون زل اونا رو به اینجا میرسونه که نمیتونیم این منافع اون و رانتامون رو دائمی نگه داریم با این وضعیت. ما باید وارد یه بازی با جمع مثبت بشیم. اگه قراره که چیزی برای ما بمونه و یه بقایی برای ما بمونه، باید برای دیگری هم این بقا وجود داشته باشه. بنابراین من عقلانیتی که میگم یه نوع عقلانیتی کتابی نیست، کتاب خونده باشه به اینجا رسیده باشه. اصلا این عقلانیتی است که بر اثر نیروهای سیاسی و اجتماعی و واقعیت‌های اقتصادی سیستم سیاسی رو مجبور میکنه به اینکه اون نوع عقلانیت رو انتخاب کنه. بله. در مورد گزینه‌های دیگه‌ای که سلام میدونی الان وارد من بشی؟ من اصلا گزینه دیگه‌ای رو رد نمی‌کنم که اینکه چه عاملایی میتونه، ولی اون چه که دارم فکر میکنم اینه که در هر گزینه ای میخواد باشه، تو سطح خیابون باشه، تو تظاهرات باشه، تو رسانه باشه، تو هر جای دیگه باشه، بدون یک نوع تفاهم نسبی سیاسی نمیتونه مؤثر باشه، به جواب نهایی نخواهد رسید. من بیشتر فکر میکنم که ما باید یعنی روی ساخت سیاسی که بتونه باهاش گفتگو کرد، شرایط رو بهبود بخشید کار کرد، اما این منافی نوع اعتراضات و حضور مدنی به هیچ وجه در نهایت باید تو اون لایه ترجمه بشه. بله حتما، هر کدوم اونا باید تو این لایه ترجمه شه. بله. تعریف بشه. جای نیکفر، شما اون گزینه هایی که رو به آینده به نظر شما پنجره فرصت ها رو باز میکنن، اگر از این ناحیه نمیبینین از چه مسیرهایی ارزیابی میکنین؟ برگردی به مفهوم عقلانیت. یک مشخصه از مفهوم عقلانیت بدیم. در تئوری عدالت یا تئوری عمومی، علاوه بر تئوری عدالت، تئوری عمومی عقلانیت، یکی از مشخصه‌های در واقع عقلانیت عنصر تعمیم پذیری هست. یعنی یک اصلی رو من مبنا قرار بدم که این عمومیت داشته باشه و این جامعه رو بتونه همه رو زیر این مفهوم در بیاره، به این خاطر که مفهوم قانون وضع شده. یا اینا عقلانیت تعلق داره به اون نیروی اجتماعی که از یک امر تعمیم پذیر دفاع کنه. زنی که میاد خیابون در جنبش زن زندگی آزادی، این فقط منفعت شخصی خودش رو نمیخواد، به صورت عینی وضعیت اون اینطوری شده که برای نجات خودش کل زنها باید نجات پیدا کنه، برای درآمدن خودش از زیر زور و تبعیض باید خواهان برچیدن تبعیض برای همه بشه. نمیگه که من فقط منفعت منو توجه کنید. یعنی به طور عینی این انسان، این شهروند وقتی که میاد با یک امر تامین پذیر میاد. به همین ترتیب هست در مورد بازنشستگان و کارگران. وقتی میگه اختلاس برچیده بشه تا مشکل ما حل بشه، وقتی که خون عدالت میشن، این عدالت رو برای همه میخوان. یعنی ما نیروهایی در جامعه داریم که این نیروها از امر عمومی تعمیم پذیر دفاع میکنن. این نیروها
به آگاهی نسبی رسیدن. این آگاهی در حال گسترش هست، به ویژه در جنبش زن زندگی آزادی کام بسیار بزرگی رو به جلو برداشتن. بر مورد امر مقابله با تبعیض چه از جانب خلقهای مورد تبعیض ایران در کردستان، در بلوچستان، چه از جمله زنان، چه از جانب زحمتکشان، این مهمترین نقطه امید ماست به این نیروها. و احیانا هم اعتراض اینها بود که شاید به ما الان اجازه داده که بنشینیم این صحبت علنی رو بکنیم. و حالا که من که در خارج عمل شما فکر نکنید که فردا شب باید توی اوین باشید، چون میدونید یک نیروی اعتراض در واقع وجود داره و تحمیل شده. یعنی ما هر چیزی رو به دست میاریم به دست آمده الان تابع نیروی اعتراضه. عقل در خیابانه، خیابانی که خواست تعمیم پذیر داره، نه خیابانش شورش، من نگفتم، عقل در امر تعمیم پذیر عموم شهروندانه در مقابله با خشونت، در مقابله با تبعیض، در مقابله با استثمار. و فراموش نکنیم خیلی هم فرصت وجود نداره که این رژیم سر عقل بیاد. مسئله محیط زیست تموم این بحثای ما رو ممکنه به هم بزنه. یعنی مسئله آب، مسئله انرژی، ریختن اصفهان و این مسائل. بله. آیه نیکفر، یه سوالی. اون مواردی که شما فرمودین که از ناحیه نیروهای اجتماعی با حضورشون تو صحنه جامعه بخوان تغییر ایجاد بکنن، این تغییر دقیقا از چه مسیری اتفاق میفته؟ چون دیدگاه شما میتونه به یه نحوی در دیدگاه آقای عبدی جذب بشه، بگن مثلا اگر جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاد، اتفاقا بعدش این فرصت رو مهیا کرد برای اینکه سیاستمدارا بتونن تو اون سطوح بالا امتیازگیری بکنن به نفع جامعه. اینو شما با این رویکرد موافقین یا نه؟ مهمترین این مسئله است که در واقع چه باید کرد. یعنی ما اگر یک عقل وجود داشته باشه باید چه کار؟ اون عقل اول باید دچار وحشت بشه از وضعیتی که ما در ایران دچار هستیم. یعنی به رد، به عدم تصدیق. آقای خمینی در اول درسنامه حکومت اسلامی میگه حکومت اسلامی از آن پدیده هایی است در جهان که تصور اون باعث تصدیق اون میشه. دیگه من بدون تفسیر میگذارم، ما الان دیگه تصور لازم نداریم، یک واقعیتی در برابرمون هست. اقتصاد کشور سقوط کرده، فقر و فلاکت فراگیر شده، انتگراسیون که خواست انقلاب بود که این جامعیت پیدا کردن جامعه شکست خورده، محرومیت ها بیشتر شده، بعد نظام تبعیض، شدت استثمار بالا گرفته، محیط زیست در و داغون شده، ایران در جهان منزوی شده. این مجموعه اینو از اینجا باید شروع کرد. عقل کسیه که این واقعیت ها رو بپذیره، از این شروع کنه، نه از وعظ و خطابه های همیشگی. این عقل یعنی دیدن واقعیت، دیدن واقعیت. و واقعیت الان اینه، تصور لازم نیست، الان ما در میبینیم، از اینجا میباید شروع بشه. بعد حرکت ها این که چه کار باید کرد کاملا مشخصه. نظامیان باید از عرصه سیاست و اقتصاد خارج بشن، زندانیان سیاسی باید آزاد بشن، آزادی تشکل و آزادی بیان باید برقرار بشه، و بعد بریم به سمت انتخابات. این یعنی عقل. جز این، جز هر گونه
بازی کردن با این، در رفتن از دیدن این واقعیت و این خواسته ها منجر میشه که این جامعه خون بیشتری ازش سرازیر بشه و ننگ تاریخی بیشتری نصیب حاکمان بشه. من فکر میکنم توی این توضیحی که جامعه نیکفر دادن، ایشون اون عقلانیت جامعه رو و اون اقداماتی هم که تصویر کردن به عنوان شرط تغییر ارزیابی میکنن. تو اون توضیحی که شما دادین یه مقدار مختصری از اون عقلانیت و این موارد شاید جزء نتیجه اون تغییر باشه. اینا ما میتونیم اینجوری صورت بندی بکنیم؟ عقلانیت که آقای دکتر تعریف کردن، چون من الان توضیح میدم، ایشون خیلی بهتر از من شریکای فدایی رو میشناسن. این ویژگی عقلانیت توی ذهنیت اونا بود. بعضیاشون میومدن میگفتن ما حد اکثر عمرمون 2 ساله، یعنی هیچی از خودش نداشت، حتی چشم‌اندازی هم نداشت که این بتونه توی آینده‌ای که پیروز میشن این حضور داشته باشه. کاملا اون عقل تعمیم یافته‌ای که ایشون میفرمایند رو داشتن. ولی من فکر نمی‌کنم که کسی امروز حاضر باشه که اون رفتارا رو معرف عقلانیت بگیره. یعنی با یه ویژگی اصلا نمیشه چنین چیزی رو تعریف کرد. یا حتی تو حوزه های دیگه همین خیلی میشه مثال زد. اصلا میشه این سیستم سیاسی ایران رو گفتش که از این نظر این ویژگی کاملا عقلانیتشون زیاده. تو فقط راجع به ایران نمیخوان تعمیم بدن، کل دنیا رو میخوان آباد و آزاد و اینا بکنن، چون به همه دنیا سرایت میدن. بنابراین به نظرم این نیست مسئله عقلانیت، گرچه ممکنه یکی از ویژگیاش باشه، شرط لازمش باشه، ولی شرط کافیش نخواهد بود. اگه از این زاویه عبور کنیم، ما اصلا عقلانیت‌های کاملا متفاوتی داریم. این کتاب آقای جابری عقلانیت عربی، اصلا میگه عرب تو صدر اسلام و اینا، اون موقع عقلانیت اون موقع چی بوده، اون مبنا رو میگه که اصلا ما ممکنه امروز با اون درکی ازش نداشته باشیم، حالا ولو اینکه این ویژگی رو هم داشته باشه. اما ببینید، من اینکه چه کارایی باید بشه، خب این کی باید اینا رو انجام بده؟ مثلا ما میگیم آقا این کارا باید انجام بشه، بعدم نمیشه، بعد چی کار بکنیم؟ دعوا میکنیم. خب خون ریزی که اونجا صورت میگیره، که اونجا هستش که خون ریزی صورت میگیره، نه جای دیگه. یعنی اینکه بگیم آقا باید زندونیا رو آزاد کنید، خب باش آزاد نکرده، به قول عربا ثم ماذا، بعدش چی باید فلان باشه، بهمان باشه. اصلا اینا سوال سیاست مدار نیست که چه کارایی باید در بلند مدت انجام بشه. سوال سیاست، پاسخی که سیاست مدار باید بهش بده در سطح سیاسی، اینکه چگونه ما میتونیم به این اهداف برسیم. با توجه به ویژگی که ایشون گفتن که خیلی خونگوریز هستن، که درستم هست، چگونه ما میتونیم بدون هزینه های زیاد به این اهداف به صورت پایدار برسیم؟ عقلانیتی که ایشون توضیح دادن تو انقلاب به شدت وجود داشت، این همه از خودگذشتگی، ولی نتیجه چی شد؟ نتیجه برای ما چه دست، برای همون مردمی که انقلاب کردن چه دست؟ الان مثلا من اینو بارها گفتم، اگه بریم از همین همسن سالای من یا بزرگتر یا کوچیکتر، اونایی که عقلشون میرسید مثلا سنشون به 15 سال یا 20 سال و اینا، سال 57 میپرسیدیم که تو اگه انقلاب کنی 45 سال دیگه یه همچی جامعه‌ای با این ویژگی ها داری، قطعا باورش نمیشد، میگفت مگه ممکنه همچی چیزی رخ بده؟ خب اگه همچی چیزی رو میدید، همچی کاری هم ممکن بود نکنه، یه مسیر دیگه ای رو بده بره. اما همون موقع اون کارش رو عقلانی میدیده. بنابراین امروز هم اونم دنبال همین اهداف بود. همه نکاتی که آقای دکتر میگن تو شعارهای انقلاب بوده. آقا آزادی زندانی سیاسی آزاد باید گردد، این یکی از شعارهای انقلاب بوده. برابری شعار اصلیش بوده، آزادی بوده. اما نهایت اون چی که اتفاق میفته یه چیز دیگه است. مسئله سیاست مدار اینه که به ما توضیح بده
که چگونه میشه این اهداف رو محقق کرد به صورت مستمر، پایدار، غیر قابل بازگشت و کم هزینه، ولو اینکه طولانی مدت باشه. و الا اگه اینا رو بگیم، خب این که اصلا فکر نمی کنم احتیاج به بحث و گفتگو اینا داشته باشه. بله جای نکفر، به عنوان نکته پایانی و جمع‌بندی، آقای عبدی در نهایت اصرارشون این هستش که از ظرفیت‌های محدود استفاده بشه برای تغییرات تدریجی و اون نتایجی که مد نظر شماست، اتفاقاتی که مد نظر شماست، در واقع در زمره نتایج باشن نه در زمره مقدمات. ولی خب شما ظاهراً مسئله رو مقدم میدونید، یعنی این که اساساً این پنجره تغییر باز شده باشه یکی از نشانه هاش برای شما این شروط هست. در نهایت ما اینجا چجوری باید داوری بکنیم و شهروند، فعال، کسی که دغدغه‌مند این حوزه هست چگونه باید انتخاب بکنه؟ اگر بخش جمع‌بندی شما باشه باید نشم جمع‌بندی. آره من نمیدونم چند آیا این دوستانی که در زندان هستن یا در حبس هستن عمرشون کفاف میده این مسیر رو تا این حکام طی کنن و بعد چند تا کولبر دیگه باید کشته بشن، چند تا کودک بلوچ باید دچار سوء تغذیه بشن، چه تعداد از دانش آموزان ایران دسترسی پیدا نکنن به مدرسه، چه بر سر زنان بیاد، چه خشونت های روا بشه، چه تعداد دیگه از انسان ها اعدام بشن تا اینکه ما این مسیر رو طی کنیم. نه ایشون آقای عبدی تعریف منو از عقلانیت با از خودگذشتگی مطرح کردن، چنین چیزی رو در صحبت من نبود. من ببخشید اگر نبود من اینطوری برداشت کردم. دیدن واقعیت و پیروی از امر تعمیم پذیر، نه منفعت خود، نه منفعت صنف خود، نه منفعت آقازاده ها، نه منفعت این باندهایی که دست روی ثروت و قدرت گذاشتن. امر تأمین پذیر، و امر تأمین پذیر رو در زن معترض و کارگر معترض و دانشجوی معترض و روشنفکر معترض ما میتونیم این امر تأمین پذیر رو در واقع ما ببینیم. یعنی این هست، این تنها راه نجات ماست، این تنها امیدیه که ما میتونیم داشته باشیم. و یک تفاوت دیدن وجود داره، دولتگرایی و جامعه گرایی. من امیدم به جامعه است و به مقاومت جامعه. آقای عبدی به گمانم امیدشون به عقل دولته که من گمان نمی کنم این عقلانیت ایجاد بشه. تنها امید به جامعه مدنی، به تشکل، به مبارزه است، به آگاهی، به اعتراض. بله جناب عبدی، جمع‌بندی شما و این تفکیک دولت جامعه. خیلی مختصر در مورد عقلانیت که فرمودن، خب اون قسمت دومش هم من نخواستم صحبت کنم ولی حالا صحبت میکنم. اون بحث من با هیچ کدومش مخالف نیستم، اینا رو کافی نمیدونم برای عقلانیت. تأمین پذیری رو گفتم ولی به واقعیت چیه؟ واقعیت رو هر کسی داره یه جوری میبینه، تفسیر میکنه، خیلی منافع روش اثر داره. ما این همه آدم ها دارن واقعیت رو به شکلهای گوناگونی میگن و تفسیر میکنن، بنابراین کدوم اینا عقلانیت؟ همه هم دارن میگن ما واقعیت رو داریم میبینیم. به همین دلیل میخوام بگم که ویژگی دیگه در این حال که باید این کارو کرد، خب باعثم باید ویژگی دیگر هم در نظر گرفت. اما مهمترین نکته ایشون اینه که نگاهشون به جامعه است، نگاه من به دولت مطلقا اینطوری نیست. نگاه من این نیست، نگاه من اینه که جامعه به تنهایی وقتی که نتونه خواستاشو
از یک طریقی در تعامل با سیستمش جلو ببره، این رسوب میکنه و به انفعال کشیده میشه. مسئله ببینید، من تو صحبت اولم اینجا نوشتم گفتم یکی از مشکلاتی که دموکراسی تو ایران شکل نمیگیره ضعف نهادهای مدنیشه. دقیق تو صحبتم گفتم فرهنگ دموکراتیک و ضعف نهادهای مدنی نتیجه طبیعی اون اتفاق است که در مورد نفت توضیح دادم. سیستم نمیذاره این نهاد شکل بگیره، بخش خصوصی شکل نمیگیره، نهادهای دانشگاهی، کارگری و صد تا چیزهای دیگه شکل نمیگیره، فرهنگ دموکراتیک هم تو شکل نمیگیره و اینا چیزی نیست که یک شبه شما بتونید تولید کنید و اینا چیزی نیست که فقط تو مبارزه بتونید ایجادش کنید. من معتقد نیستم که با مبارزه و دعوا کردن با حکومت میشه اینا رو ایجاد کرد، اتفاقا اینا سرکوب خواهند شد. بنابراین باید اینا رو ایجاد کرد. و اصلا ببینید آقا، مثلا تو دولت نیستم، من همه میدونن بیشترین افتخارم یا کمکم اینه که توی انجمن علمی بودم، توی انجمن جامعه شناسی کار میکردم، الانم مثلا میرم هر جایی که نهادی هستش کار میکنم. تمام بهترین وقتم رو میذاشتم برای انجمن صنفی روزنامه نگارا که اون شکل بگیره. بنابراین این نهادی، اما اینو میدونم که این نمیتونه بدون یه ارتباط سازنده با حکومت پایدار بشه و قوام بشه. توازن بین این دوتاست. وقتی که شما خیلی میرید روی جامعه و حکومت رو فراموش میکنی، در اصل همین موضوعی میشه که آقای دکتر تو صحبت اخیرشون که من گوش میکردم در مورد گذشت دوران انقلاب میگه، در اصل جایگزین میکنید مبارزه و دعوا و حکومت رو، هیچ نهاد پایداری تو این سیستم شکل نخواهد گرفت. تا وقتی که خودی و غیر، حکومت چرا خودی و غیر خودی میکنه، این طرف هم به همین شکل اون کارو داره انجام میده. تا وقتی که یه حکومت میره یکی دیگه هم میاد، همین بازی از اول شروع میشه. بنابراین بدون اصلاح جامعه، بدون تقویت نهادهای بدنی به خصوص نهادهای اقتصادی، نهادهای فرهنگی، همه اینا، همه میدونم من بیشترین کمکی که میکنم به اینا هستش، یعنی مساعدتی که میکنم، ولی اینو میدونم که باید توی ساخت قدرت هم شما بتونید اینو باستاب بدید و الا اساسا ناکارآمده. بنابراین اون تیکه که در مورد خودشون آقای دکتر فرمودن و من کاملا میپذیرم، چون خودشون توضیح دادن که اونور نگاه میکنن، اما تیکه من در واقع اصل کارش اینه که چجوری اینو ارتباط بده به اونور، باستاب بده و بهبود ترجمه بکنه. بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب نیکفر، جناب عبدی، در خصوص اینکه بالاخره هر شهروندی، هر کنشگری برای اینکه بخواد انتخاب بکنه که بالاخره از چه مسیری، از چه روی کردی میخواد به تغییر و بهبود وضعیت موجود کمک بکنه، طبیعتاً باید یه تحلیلی، درکی از زوایای مختلف داشته باشه. این زحمتی هم که خدمت بزرگواران دادیم برای این بحث به همین جهت بود. در نهایت مخاطبان و شهروندان و فعالان به یه نحوی بین این دیدگاه‌ها توضیح خواهند شد، شاید اصلا اتفاق بدی هم نباشه برای اینکه همه یک انتخاب رو نکنن. در نهایت یه بخشی که به اون ترجمه کردن سیاسی با یه روی کرده عملگرایانه و تدریجی گرایش پیدا میکنن، این یه نقشی پیدا میکنه در جامعه. روی کردهای دیگه ای که متمرکز میشن روی تقویت جامعه و ابعاد آگاهی بخشی و تشکل دادن بهش، اون هم یه سهمی داره. شاید در نهایت تجمیع این دوتا با هم دیگه سرنوشت بهتری رو برای جامعه رقم بزنه. تشکر میکنم جناب نیکفر بابت فرصتی که دادید. سلامت باشید. ممنون آقای دکتر، خداحافظ شما. خداحافظ، سلامت باشید. متشکرم، خیلی ممنون، خداحافظتون باشه. خدا نگهدار.